امسال قبل اینکه ریتینگ های دیگه بخوان ذهنم رو درگیر کنن، میخوام لباس های متگالا رو با ارشد طراحی لباس هم خودم ریت کنم براتون. متشکرم. موضوع امسال گاردن آف تایم بوده، لباسایی که بیش مدت زیادی خواب بودن الان میخوان دوباره استفاده بشن و خیلی نمیخوام روی موضوع تمرکز بکنم و خیلی هم نمیخوام روی دیزاینرش تمرکز کنم. اما من یه نفری که اولین بار این لباس رو روی رد کارپت میبینه بگه که نظرش چیه و خب بالاخره از نظر دیزاینی و اینا چه اتفاقی توش افتاده. از برند آسکار دلارنتا هستش، سیلوئت جالبی داره ولی هیجان انگیز نیستش. همون طراح لباس کایلی همون طراحی کرده، نوک مماش نوکتیزه، that's it. واقعا لباسی نیستش که خواهد یادت بمونه. آسکار دلارنتا مثل این که تو فاز لباسای خیلی ساعت شنی بوده و خوبه، خیلی دیوونم نمی کنه، چون این بالاتنه های اینجوری پلاستیکی ثابت رو سالهای گذشته دیده بودیم. زندایی اولین بار احساس میکنم پوشیده بود. این رو خیلی دوست دارم چون احساس میکنم وقتی you're going for a theme you might as well go all the way و این احساس میکنم که قشنگ اون اسنس گاثیک در این حال گولار و فلورالار هم داره و دراماتیکه، قشنگه برای متگالا، چرا که نه. شما داری میری توی موزه لباس و yes. ورژن دست ساز همونه، انگار میکاپ همون گاتیک و اینا هستش. لباس هم مثلا چون بالاخره خیلی ظریف بوده از تاریخ در اومده، یه همچین کانسپتی انگار دیزاینر تو ذهنش بوده و یه ذره مثلا پاره‌پوره شده ظریف شده. ولی نه دیگه، روی رد کارپت ویدیو شو دیدم، خانومه خیلی بهش خوش نمیگذشت، مثل اینکه معذب بود. نمیدونم حالا لباسای بقیه رو دیده بود، خودش میدونستش که لباسش خیلی جالب نشده. زندایا رو خیلی دوست داریم هممونا. فاکینگ هل اومدم از زندایا بد بگم، دیدی؟ ترسم بگم خوشم نمیا، بگی نه وای که خیلی خفن بود. اوکیه آگس، نه ولی نه با خودم تعارف نمی کنم، نه دوست ندارم اصلا، ارتباط برقرار نمی کنم، خیلی مشکیه، تو ماچ، بعد اون گلا خیلی زیاد. نه چرا دست گل رو سرشه؟ واقعا هرچی بیشتر نگاه میکنم کمتر داره خوشم میاد. دوالیپا مارک جیکوب پوشیده ولی اتفاقات جالبی داره میفته تو لباسه، یعنی پر از پترنای مختلفیه که خوب همدیگه رو گرفتم و تو ویدیوهاش هم اصلا نگاه کنی لباسا رو از هر زاویه نگاه میکنی قشنگه و دیتیلای خوشگلی داره. کرستش خیلی خوب، کمرش رو قشنگ سینچ کرده با اینکه یه رنگ دیگه یه و معلومه، ولی حس خیلی ظریفی میده، احساس میکنی هر لحظه لباس قرار از هم گسسته بشه و این خیلی به تمش میاد که لباسایی که خیلی ظریفن و دوباره دارن ریبرکن میشن. yes. نه دونین مجلسی نیستش، اون شاک ولیو رو داره، اوه مای گاد خیسه مثلا نوک سینه‌اش معلوم میشه. واو I guess if that's what she's going for good. کیم کارداشیان رسیدیم به لباس مورد علاقه. وای خیلی قشنگه. وای 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 وای. خیلی قشنگه. نمیدونم کیم کارداشیان چه چیزی داره که خودش رو تو این همه شکنجه قرار بده جلوی اون همه چیز، ولی it's fucking worth it. اون اسنس کیم کارداشیان رنگای میوتد و اینا رو داره، ولی کورسته خیلی غیر عادی باریک. یعنی از اون سالی که میوگلر پوشیده بود لباس خیس میوگلر رو پوشیده بود، اکچولی الان که دارم لباس خیس میوگلر کیم کارداشیان رو میگم، اونو مقایسه بکن با لباس خیس دو جاکت، اون در اینه که گلمروس بود و دونی زنانگی قشنگ هم بودش، ولی یعنی تو نمیتونی فاصله کورست رو از لباس تشخیص بدی و لباس زیرش هم دوباره فاصلهش نمیتونی تشخیص بدی. این برای من خیلی آرتیستیکه، این یعنی آرت، یعنی که دیزاینر فکر کرده پاش همجور رندوم چهار تا چیزو سر هم نکرده، یعنی آره کمرش باریک یه لباس اینجوری فکر کرده که اون لباس از پایین تا بالا داره فید میشه. چم میگفتش که انگار از خواب بیدار شده، موهاش هم خیلی مرتب نکرده، این سوئتر دوست پسرش رو برداشته اومده بیرون. 10 از 10. جیجی حدید معمولا خوب ظاهر میشه، امسال هم خیلی خوب ظاهر شده، واقعا لباس قشنگیه، فکر شده پاش، کلی کار شده، کلی روش مثل این که چیز داشته، مونجوق دوزی و این چیزا داشته، کلی وقت گذاشتن. تنها ایرادی که میتونم بهش بگیرم اگه من بودم، سینه هاشون قد فلت نمی کردم. I get it که این حالت کورسیتی داره و مثلا سینچش کرده، ولی میتونه سینه هاشون قد پرس نکنه. کیم کارداشیان نگاه، پسری که روی رانوی میاد خیلی فیرس و بد بیچ میشه، ارتباط برقرار نمی کنم اصلا. I'm sorry. سیم به کندل جنر، جیوانشی با الکساندر مکوین، بیوتیفول، لباس آرکایو بوده، هیچ وقت پوشیده نشده بوده، تو تن هیچ کسی نبوده، فقط تن مانکن بوده، بعد اینو در آوردن و خب مانکن دیگه اندازش بوده، هم قشنگه. میدونید یه سری دیزاینرهای قدیمی فکر میکردن، وظیفه‌شون این بوده که لباسهایی که ساعتهای ساعت بهش فکر کردن، به هر گوشهی، به هر یه دونه دوختی سیچی که زدن فکر کردن،
اونا یه جوری نشون بدن که این افورتلسلی همینه، این لباس اصلا همینه، خیلی ساده و عادی درست شده. در صورتی که اصلا ساده و عادی الان ولی اینجوری نیستش دیگه، دیزاینرها این کارو نمیکنن، برای همینه که چیزای آرکایوال واقعا واو میکنه. این لباس هم خیلی قشنگه، یعنی اون برش وی که توی زیر نافش داره که من موهاش هم که کشیده است با اون فرینجای روی شونه، آرت، I call that art. ببین کنار هم چه بلند شدن توی هم دیگه، زیباست. لباسه انگار یه پارچه است، جفتشون انگار یه نفره، خیلی قشنگه. ایده جدید آقا، میتونم زیاد نگاش کنم. جنیفر لوپز چرا هر سال این لباسو میپوشه؟ یه لباس نود ایلوژن، لیترلی پایینش ماهی، روش یه سری سنگ دوزی، منجوق دوزی، یا احساس میکنم نمیدونم، یه خاله، یه فامیلیه که I feel like we know her، انگار که تو هستش تو فامیلی، یه نفری که مثلا مجلس میره همه طلاهاشو میندازه. اصلاً آی دورات کیر فورت، اون کیفش چیه یا ابل فس؟ کیف هر انگار از چهارشنبه بازار، نو احساس میکنم یه استایلیست باید اخراج بشه این وسط. این آقا هرچی بپوشه بهش میاد. سیدنی سوینی یوفوریا کاسپلی بیلی آیلیش رو داره انجام میده انگار. همه فکر کرده بودن بیلی آیلیش رو ماهاشو مشکی کرده، لباس هم شبیه چیزی که بیلی آیلیش داره پیش پوشیده بود، قشنگ ولی خیلی شبیه خودش نیستش. احساس میکنم که کامیتمنتش خوب بوده، ماهاشو آورده مشکی کرده، شاید هم کلاگیسه. ولی اوکی، کیتی پری، او مای گودنس، خانم کیتی پری واقعا این اتفاق باید میافتاد، چون که کیتی پری مراسم اصلا نرفته بود و این عکسش با هوش مصنوعی درست شده و تو اینترنت قاطی عکسا داره پخش میشه و خیلی آیکونیک. اگه فرشه رو نگاه کنی میبینی که فرشه مال سال پیش است، مال امسال نیستش، ولی اسپکتکولار، واقعا مگنیفیسنت. این لباسه احساس میکنم یه نفر، یکی از این دیزاینرها باید به هوش مصنوعی میگفتش که برای این دیزاین بکنه، یعنی مثلا هوش مصنوعی ببینی و اونو درست کنه. این لباسه تمام چیزی که لازم داریم، یعنی باغچه‌ای که از پایین تا بالا اونجوری اومده، سیلوئتش، وای بعد کیتی پری با موهای مشکی اخیرش، وای به بدبیچی که تازه گرفته، اوف. وای خانم لیلا دلداری، وای خیلی دوستش دارم دیگه. ببین لیلا جان هر کاری که بکنه 10 از 10، اصلا yes. و فکر کن اومده الکساندر مک‌کوئین و دراما رو از توی رانوی های سالهای پیش آورده بیرون، بعد درامایی که باغچه‌ای هم هست، گل و ریشه و اینا تور روش، یعنی اصلا تور که روی صورت یه خانومی وارد میشه، اینجوری که من دراما رو وارد کردم، من داستان دارم، من با یه قصه‌ای دارم. یعنی وای اینی که مینا رو کیرا دادم، انگار مثلا به یه هنرجوی تغییر لباس گفتی که با الهام از گل یه لباس طراحی کن. ببخشید حالا هنرجوها خیلی کار خارق‌العاده انجام میدن، ولی احساس میکنم خیلی خامه. وای گلا رو تپ تپ تپ. نیکی میناژ کجاست تو این عکس؟ میده منظورم چیه؟ خود طرف رو ما نمیبینیم، نیکی میناژ کو؟ چون اصلا اینو نمیگفتیم یه لحظه طول میکشه بفهمیم نیکی میناژ، یعنی که این برد برای دیزاینر، احتمالا به خاطر دیزاین خنده‌داری که داشته، باخت برای نیکی میناژ، چون دیده نمیشه اون سلبریتیه. سلیپینگ بیوتی اورورا، خودش بازیگر خودش، واقعا like she left me speechless. وقتی حاجه تم شدم که تمه امسال چیه، اینجور بودم که قشنگ یه لباس هایی تو همون اورورا دیگه توی مالفیسنت که بودش، و این دختره قشنگ میتونه این بادی بکنه این رو. خیلی از لباس هایی که توی فیلم هم پوشیده بود قشنگ به این تم میمدن، گل داشتن، حریر داشتن، آزاد بودن، شفاف بودن، ظریف بودن. اصلا نمیدونم متریالش چیه، ولی شفاف لباسه، رنگ نداره. بعد خود دخترم یه آدم یک خیلی کمرنگ، یعنی یک کاری که میتونست بکنه اینه که لباسه شارپ و پر رنگ و اینجوری بپشه، یکی از که نه اتفاقا اومده اون کمرنگیشو داره جشن میگیره و خیلی قشنگه. این چیزای شیشه پلاستیکی هم که سبودی رو شونش هستن، پرنده، وای جواهرات سفید، اکسسوری همه چی سفید، لباسه ترانسپرنت، کورست داره، کمرشو سینچ کرده، ولی کورسته یه جوری با رنگ پوستش، با رنگ اون پارچهه، که پارچه I don't even know، خیس، شفاف، از چی شد؟ کاردی بی on the other hand سنس آف استایل خودش نداره، خیلی خوب پول داره، خیلی هم معروفه، خب استایلیست های خیلی خفنی داره مطمئنن، ولی احساس بکنم کاردی بی الان به این معروف شده که وقتی وارد رد کارپت مت گالا میشه یه چیز گنده قراره وارد شه. اون سالی بودش لحاف تشک برداشته بود، قرمزا رو برده بود، دقیقاً همین بودش احساس میکنم. الان این امسال مشکیش رو پوشیده، یعنی نه موهاش دیده میشه، نه بدنش دیده میشه، نه حتی اکسسوریاش کامل دیده میشه، نه سیلوئتش دیده میشه، و همیشه هرچی که این دختر میپوشه متاسفانه
انگار که لباس کاردی بی رو پوشیده. ما یه اصطلاحی داریم که تو لباسه رو پوشیدی یا لباس تو رو پوشیده، و کاردی بی همیشه لباساش خودش رو پوشیده و این خیلی بده. یعنی دیزاینر اومده اینجوری بوده که خب برای اینکه بخوایم این پرسونالیتی رو خیلی بولد و اینجوری نشون بدیم، خیلی فشنبل نشون بدیم، البته شاید هم خودش همچین تیستی داره، I don't even know, it's not tasteful. و یه لباس مشکی با کلی پارچه مشکی که مثلا همه اونجا بالاخره رنگ‌های مختلف میان، مشکی باشه، مشکی همه نورا رو جلب میکنه. If that's not enough، مشکی مات باشه که دیگه اصلا هیچ نور فلشی نمونه. وقتی همه نورا جلب میشه، خب یعنی یه چیز نقطه سیاهی روی فرش روشن میبینی دیگه، جلب توجه میکنه. و پارچش هم زیاد بکنیم on top of that، یعنی کلی کارهای مختلف کردن که این فقط شو استاپینگ باشه. و I feel like that is too much. Lady Gaga as she should. As she fucking should. Can you get this? If only میرفتش روی رد کارپت اینجوری ما واقعا خوشحال میشدیم، ولی متاسفانه هم لیدی گاگا اینجوری رو خیلی سال نداریم، هم که امسال مثل اینکه نرفته بود، اینم هوش مصنوعیه. این خانومو نمیشناسم، شاید هم میشناسم ولی نمیشناسم، نه ولی سیلویت لباسه بیوتیفول، واقعا زیبا. چیزی که وقتی میگم فشن یعنی که نترس دیگه، نترس. در عین اینکه مجلسی هستش، در عین اینکه خانم خودش لباس رو پوشیده، خود خانومه رو داره زیبا نشون میده، مشکی موهاش با مشکی لباسه، برای اینه که گل داره لباسه، سیلویت جدیدیه. اون حس قلب و گلی که اونجا اتفاق افتاده قشنگه و تمرکز میکنه روی فمینینیتی و ویژگی‌های زنانه این خانم. کمرش رو باریکتر نشون میده، باسنش رو پهن‌تر نشون میده، بیوتیفول. واقعا چشم آدم رو حرکت میده، خوشم من. خانومه خیلی رنگ پیلی داره، خودش خیلی کم رنگه. و این رنگ زرد واقعا رنگ و روش رو شسته. در این اینکه رژگونه زدن، مخصوصا اومدن یه تیک از اون زرده رو گل زدن رو سرش، که اگه من بودم اونو قطعا برش میداشتم، چون هم گله ارزون دیده میشه هم لباسه، خیلی رنگش مرده شده. یعنی واقعا روح از زمین اومده. On the positive side، این خانم نمیدونم شاعر بود چی بودش، زنانگی شاعرانه‌ای داره. بعد موهاش تو این عکس خیلی مشخص نیست، موهای خیلی بلند بلوند گذاشته بود که بادم بهش میخورد. این قشنگ انگار که از یه فری تیلی از خواب پا شده، یه دونه ملافه پیچیده اومده، قشنگ از اونجا. ولی کاش یه رنگ دیگه ای بودش. متشکرم که این ریتینگ رو با من بودین. تا ویدئوهای بعدی لایک و سابسکرایب فراموش نشه اگه لذت بردین. اگه میخواین پارت دو درست کنم، کسایی رو از قلم انداختم توی کامنت ها بهم بگین. و اینکه سیام نیکس وان.